سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و درهای خانه های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید. از واشنگتن ابری همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. چند روز پس از اعدام روح الله زم، پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. اعتراض گسترده در داخل ایران و خارج ایران و نیز برخی از نهادهای بین المللی، همچنین اتحادیه اروپا و به طور فردی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه اعتراض کردند. کانون نویسندگان ایران، روزنامه‌نگاران بدون من اعتراض کردند به این اعدام و پس از نوید افکاری اعدام روح الله زم محور تازه‌ای شد برای همراه شدن ایرانیان از هر گروه و شیوه فکری و عقیدتی هستند و هر گروه و سازمان و حزب و هر عقایدی که دارند در اعتراضی مشترک. حتی آنان که مخالف روح الله زم بودند و شیوه عمل او به عنوان یک روزنامه نگار، باید بر این نکته تأکید و توجه داشته باشند که حق هر کس است، هر نوع طرز تفکر و هر نوع شیوه روزنامه نگاری و هر نوع شیوه ابراز عقاید خود رو داره و هر نوع عمل و اقدامی انجام داده، حق اوست که از دادگاهی عادلانه برخوردار باشه و وکلای مدافع به طور شفاف و روشن. در مورد روح الله زم روانشاد چنین نکردند، چنانچه در مورد بسیاری دیگر در این بیش از 41 سال. در این میان یک نکته قابل تأمل است. دستگاه عریض و طویل آیت الله سیستانی در بغداد، نجف، کربلا، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و حتی در اروپا، کشورهای اروپایی مانند انگلستان و جای دیگر نمایندگان او حضور دارند. دستگاه آیت الله سیستانی در برابر بازداشت و انتقال روح الله زم به ایران و سپس اعدام او نیز هم سکوت کرد. از این زاویه توقع میرفت از دستگاه آیت الله سیستانی، درست که مانند همه مراجع که پای و دستی در سیاست دارند، در دنیای سیاست دارند، محافظه‌کاری و نان را به نرخ روز خوردن از خصوصیات عمل کرده اونهاست و مصلحت رو در کدام طرف دیدن از شیوه عمل اونهاست. اما در اینجا از این زاویه به موضوع میتوان نگریست که پای اعتبار او به میان اومد. یک شهروند ایرانی، روح الله زم، به اعتبار نام آیت الله سیستانی فریب خورد. آیا روا نبود در همان آغاز اعلام میکرد دفتر آیت الله سیستانی که من هیچ ارتباطی ندارم؟ آیا دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی عراق که آیت الله سیستانی بدون هیچ تردید اشرافی بران داره، یا عوامل و دفتر او مرتبط هستند یا می توانند ارتباط داشته باشند که قطعا چنینه؟ آیا پیش از آمدن روح الله زم به عراق مطلع نبودند که چنین دامی گسترده شده و بنابراین هشداری می دادن؟ یا دست کم اون زمان که روح الله زم به تهران منتقل شد، آیا دفتر آیت الله سیستانی مجال این رو نداشت که وساطت کند به خاطر اینکه پای آبروی این دفتر نیز در میان بوده و پای آبروی خود آیت الله سیستانی؟ اینها پرسش هایی است که تا کنون بدون جواب مانده، بدون جواب مانده و جواب این پرسش ها نیز تأثیری نخواهد داشت. روح الله زم رو به دار آویختن
در این میان نکته قابل تأمل این که من دیدم برخی از هنرمندان ایران پیش از همه خانم میترا حجار پیامی رو منتشر کردن در محکومیت اعدام روح الله زم. مهم این نیست که روح الله زم به من و شما چه گفت یا کسانی روزنامه نگارانی هر کس، مهم این هست که هر کس حتی مخالفان من و شما دارای حقوقی هستند. و ای کاش هنرمندان ایران، چهره های ملی در عرصه ورزش نیز به خانم میترا حجار می پیوستند. سکوت در برابر رویدادهای ایران به معنای تأیید اقدامات حکومت می تواند و قطعا تعبیر خواهد شد. سکوت نکنید. نیروی بیشتر به قدرت و قوت دارهای برافراشته فقیه در ایران نیفزاییم با سکوت خود و بی تفاوتی های خود. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و دو میهمان ارجمند و گرامی از ایران. تا لحظاتی دیگر. دیگه از این چیزا نزدی؟ از اینا که اینجا میزدی؟ اینجا نمیزنی؟ دل صدایان و زمی شما؟ آله دو شهروند گرامی از ایران با ما هستند، امیر عزیز از لرستان و حمید گرامی از اراد. خوش آمدید امیر عزیز در لرستان. سپاسگزارم جناب چلنگی، درود به شما و همکاران محترمتون و میهمان عزیز برنامه و درود به همه هممیهنان گرامی در خدمت. به اتفاق شما به عراق میریم و ضمن درود و خوش آمد به شما حمید گران. صدای منو در عراق دارید حمید؟ درود و سلام. الو بله بفرمایید. الو جانم صداتونو داریم. با درود فراوان خدمت شما جناب آقای چالنگی و مهمان، بله با درود فراوان خدمت شما و مهمان عزیزتون در خدمتم. حمید گرامی بفرمایید، خدمت از ماست. بفرمایید که شما وقتی خبر اعدام روح الله زم رو شنیدید چه واکنشی داشتید، چه احساسی داشتید؟ سخن شما رو میشنویم، نگاه شما رو میشنویم. جناب چالنگی، زمانی که من خبر اعدام شدن آقای روح‌الله زم رو شنیدم و دوستان بنده و خیلی هایی که در ایران هستن تعجب نکردن، چون ابتدا میدونستیم که این اتفاق برای ایشون میفته، چون قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایشون رو بخواد اعدام کنه گروه اپوزیسیونی که در خارج از کشورن یک گروهی ایشون رو جلو اعدام کردن با این نکته که ایشون از نیروهای خود نظامه. یک، و قبل از ایشون هم آقای افکاری، آقای پویا بختیاری و دیگران که تو این 42 سال یا اعدام شدن یا کشته شدن یا ترور شدن و در آینده این اتفاقات میفته. و تنها به نظر بنده و خیلی از دوستان بنده مقصر اصلی جمهوری اسلامی نیست. ما نباید بگیم جمهوری اسلامی مقصر اصلی، چون جمهوری اسلامی بر اساس ایدئولوژی که داره، که این ایدئولوژی و این نظریه رو بنیانگذار این نظام آقای خمینی در فکر و روح خودش داشت داره اون راه ادامه میده. و شما نمیتونید از کسی که اعتقاد به یک روشی داره انتظار داشته باشه برخلاف روشش عمل کنه. بلکه ما همه نقد اساسیمون به تمام کسانی هست که در سال 57 به عنوان روشنفکر، به عنوان فعال سیاسی در کنار آقای خمینی قرار گرفتن
ایشون را حمایت کردند و ایشون را به قدرت رسوندند و امروز دستان اونها ابتدا در خون تمام جوانهای ایران آلوده است و اگر قرار باشه یک روز دادگاهی قانونی برگزار بشه، ابتدا باید تمام اونها، اون احزابی که در اون زمان بودن، اونها باید محاکمه بشن و سپس باید جمهوری اسلامی و سرانش محاکمه بشن. این نظر بنده است. در خدمت شما. خدمت از ماست. به لرستان میریم. امیر عزیز، نگاه و نظر شما رو در مورد اعدام روح الله زم، نظر حمید رو شنیدیم. کسانی که در انقلاب 57 سهیم بودن، در حال اونا مقصرن، زمینه ساز این اعدام ها و کشتار های بعد از انقلاب بودن. نظر شما اعدام روح الله زم. خواهش میکنم جناب چالنگی، من در ابتدا با محکوم کردن هر نوع اعدام آقای زم رو هم به خانوادش تسلیت میگم. جناب چالنگی، باید عرض کنم که تمام کسانی که به نحوی تریبونی در این مملکت دارن و حالا چه به عنوان هنرمند، چه به عنوان ورزشکار، چه به عنوان هر کسی، یا خود آقای زم، زمانی که از ایران خارج شدن و من به عنوان کسی که علاقه‌ای به برنامه های ایشون نداشتم واقعا، ولی خب به عنوان کسی که مسائل سیاسی رو بررسی میکنم، پیگیری میکردم و خب باید بگم یه چیزایی رو یادمه، مثلا از برنامه هاشون یا زمانی که در موضع قدرت بودند، خب حرفای دیگه میزدن. ولی در کل وقتی ما به فیلم بچهشون نگاه میکنیم و دخترشون، میبینیم که اعدام کردن یک شخص کار درستی نیست. حتی اگر این اعدام یه اعدام ایدئولوژیکی باشه یا اینکه یه تفکر خاص پشتش باشه یا هرچی، یعنی ما تایید نمیکنیم. ولی خب میبینیم که شخصیت هایی تسلیت گفتن، شخصیت هایی حمایت کردن. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شخصی که یک نهاد معتبر هستش و من از ایشون هم سپاسگزارم، چون به عنوان یک شخصی که خودشون مسئول میدونه پیگیری کردن حتی اعدام روح الله زم رو و نوید افکاری عزیز، بویا بختیاری عزیز و دیگر گرامیانی که به خاطر ما جانشون رو از دست دادن. خب جناب چالنگی، ما اگه بخوایم از ابعاد مختلف این قضیه رو در نظر بگیریم، علی رغم بد بودن این اتفاق، باید خوشنود بود از سردرگمی رژیم و این سیستم فاسد که با حذف عوامل خودی و غیر خودی یک سردرگمی که در درونش به وجود اومده رو داره ارسال میکنه به تمام جهان و دنیایی که در حال تغییره. و ما میگم با محکوم کردن هر نوع اعدامی، این دیدگاه داریم که عزیزانی که دارن از ما میگیرن سنگ بنای شروع یک اتفاق بزرگ در ایران است و آگاهی مردم. ما هنرمندان و ورزشکارانی داریم که دلیلی نداره اسم بیارم، به هر حال چون شاید اونها نتونن در برنامه شما شرکت کنن، ولی با همین اتفاق روح الله زم میبینیم اونها با پیام ندادنشون خط فکرشون رو دارن مشخص میکنن و به مستقیما دارن جمهوری اسلامی رو نهی میکنن. چون میگم در عام، در فکر عوام، روح الله زم یک مهره خودی بود. پس اون شخصی که همیشه فعال در رسیس در مسائل سیاسی، وقتی از روح الله زم صحبت نمیکنه، یعنی من با جمهوری اسلامی با مخالفم. ولی هنرمندان دیگه هم داریم که هیچ موقع هیچ عکس العملی نشون نمیدن و اونا تکلیفشون مشخصه. اونا کسانی هستن که مطمئنن جیرخوار رژیمن، مطمئنن از عوامل خود رژیم هستن و برای فریب مردم دارن فعالیت میکنن. و عزیزانی هم که جانم بفرمون. ببین، نکته اینه که شما اشاره کردید به اینکه در افکار عمومی بسیاری یک مهره خودی تلقی میشد روح الله زم،
ولی الان دیدیم خب شاید یک زمانی یک همچین تعبیری وجود داشت، ولی دیدیم که بعدها به مرور این تعبیر تغییر رنگ داد. امیر عزیز خیلی کوتاه بفرمایید، چون این نیست؟ یعنی نظر عمومم آیا تغییر نکرده؟ نظر... خب ببینین جناب چارنگی، این خودش یک ابزار هست برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، و بسیار کسانی هستن که فریب رژیم رو میخورن، فریب این سیستم رو میخورن. آقای روح الله زم شخصی است که فعالیت سیاسی کرده و فریب خورده این سیستمه. اگر اعدام شده باشه که فریب خورده، اگرم نخورده باشه که ما نمیدونیم، ولی خب در کل دردناکه. فیلمی که شما از دخترش نشون دادین و این واقعا دردناک برای تمام انسان‌های روی زمین. قرار بازم همون نکته است که روح الله زم نه تنها ایشون، هر کس دیگری در هر جای جهان چنانچه به هر دلیلی بازداشت بشه، حقش هست که از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشه و بقیه. این که رانبه های حکومت برن و با همکاری دستگاه های اطلاعاتی احتمالاً عراق و جاهای دیگه روح الله زم رو به ایران منتقل کنن، کار چندان پیچیده ای نیست برای دولت ها یا حکومت هایی که به هر حال کیسه نسبتاً پرپول برای چنین کارهایی دارن. اما شما اشاره کردید حمید گرامی در عراق که آنها که در سال 57 انقلاب کردند، آیا میشه بحثیست که قطعا باید به طور پیگیر یا وسیبش پرداخت، اما همونطور که اشاره کرد امیر، دنیا در حال تغییره. نسل معصوم جوان ایرانی که در انقلاب 57 نقشی نداشت الان چه میتونه بکنه، چه باید کرد برای هماهنگ شدن با تغییرات جهان؟ جناب چالنگی، تنها راه مبارزه با این نظام اینه که مردم رو به عقل‌گرایی و خردگرایی بیارن و از گذشتهشون درس بگیرن و محکم به دنبال حق خودشون باشن. این تنها راه نجاته، و وگرنه هر روز، هر ماه، هر سال ما چنین هایی و میان راجع بهش اپوزیسیون سواری میان صحبت میکنن، تمام میشه دوباره میرن سر مسائل که 42 ساله داره میگن. این متاسفانه ارتباط ما با عراق که دوچار مشکل فنی شده و عملا قطع شده، از این بابت پوزش میکنم. چون چه برقرار بشه باز هم به عراق خواهیم رفت. از عراق به لرستان باز میگردیم و امیر عزیز، ببینید روح الله زم اعدام میشه. اعدام های پیشتر داشتیم و امیدواریم پس از این اعدامی در کار نباشه در ایران. چه میشه کرد؟ چه راهی رو میشه رفت که این وضعیت به یه سامانی برسه؟ چون وضعیتی پایان بپذیره. امیر عزیز، شما به عنوان یک جوان ایرانی در داخل ایران به ما چه خواهید گفت و به بینندگان تفسیر خبر؟ خواهش میکنم جناب چالنگی. واقعا تاسف‌بار است وضع ایران و این چیزی که به عنوان زندگی در ایران در حال جریان، یک وضعیت آشفته از تفکرات متفاوت و در بیشتر اوقات ایران ستیز که تمام مردم رو به یه سمت و سوی دارن سوق میدن که اون حس ناسیونالیستی در وجود مردم ایران واقعا کشته بشه، ولی ما باز داریم کسانی رو که دارن تلاش میکنن که کشور ایران، خاک ایران رو ترجیح بدن به تمام داشته هاشون. این درفش واژگون شده کاویانی رو دوباره برافراشته نگه دارن. واقعا متاسفم برای وضعیت درون ایران. ولی خب شما میپرسین که راه حل چیست. من به عنوان یه شخصی که در ایران دارم زندگی میکنم، نه به عنوان کسی که از دور داره میبینه، به عنوان کسی که از درون دارم میبینم،
میبینم که جوانها بیکار، خانواده ها از هم متلاشی شده، وضع اعتیاد به طور وحشتناکی در ایران موج میزنه. حقوق بشری که در تمام سطوح داره پایمال میشه و رد میشه. حق زنان، طبیعت مرده و نابود شده ایران، رودخانه ها و دریاچه هایی که واقعا دیگه آثاری ازشون نمونده، زمین خاری، خیانت تک به تک اعضایی که در چه شورای شهر، چه مجلس، چه وزارت خونه دارن به این مملکت انجام میدن. مردم ایران، به خاطر آینده کشورمون، به خاطر آینده این خاک مهرپرور، یه تکونی به خودتون بدین و توجه کنین. چه میدونم، سرنخ ها رو بگیرین، بیشتر سیاسی باشین، درگیر سیاست باشین. سیاسی نبودن افتخار نیست. ما محکومیم و مجبوریم به سیاسی بودن. ما باید مداخله کنیم به تمام اموری که در زندگیمون داره میگذره. اگر میرید رأی میدین، که میدونم خیلی کمه این مشارکت، بدونین دارین چرا رأی میدین. قانون اساسیتون رو بخونین، تاریخ مملکتتون رو بخونین و بدونین که کشور ایران کشوری نیست که بخواد در چنگال یک مش آخوند و یک مش کسایی که نمیدونم از کجا اومدن پایمال بشه. کشور ایران مال ایرانی هاست. جناب چالنگی، اگر بخوایم واقع گرایانه بنگریم به وضعیت ایران، ما میبینیم استثمار شدیم از جانب یک موج وسیعی از تمام دنیا که شاید میخوان ما رو سرکوب کنن که مثلا ما نجات پرست نباشیم. ما نجات پرست نیستیم، ما ایرانی هستیم. ما حق خودمون رو میخوایم، ما حق خودمون رو میخوایم. ما نمیخوایم که به کسی ظلم کنیم، نمیخوایم که حق کسی رو بخوریم. ما میخوایم حق روبوده شده کشورمون رو پس بگیریم. ما میخوایم بازگردیم به شکوه و عظمتی که داشتیم. این مکافاتی که در مملکت ما به وجود اومده و ما نه با دین کسی مشکلی داریم، نه با مذهب کسی مشکلی داریم، اصلا به ما ربطی نداره که بخوایم راجع به این نظر بدیم، ولی باید به این آگاهی برسیم که جدایی دین از سیاست چیز بدی نیست، بسیار چیز زیبایی است. من به اعتقادات و دین و آیین هموطنم احترام میذارم، چرا که لطمه‌ای که به مملکتم میخوره از جانب دین نیست، مطمئناً از جانب سیاسیونه. ولی تا زمانی که ما یه همچین حکام آلوده و بی دین، بی خدا یا هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارید، وقتی یه همچین کسایی هستن، مطمئن باشین تمام تفکرات من در پی این است که ما داریم لطمه از دین میخوریم. آگاهی بزرگترین اسلحه برای نجات ایرانه. آگاهی، یعنی همون اشاره شماست به جدا کردن دین، برگردوندن دین به جایگاه که میتونه باشه جایگاه طبیعی خودش. به هر حال اما این پرسش هست. ببینید، روح الله زم اعدام شد، بعد از اعدام اون هست که ما موج عظیمی رو میبینیم که باید هم همین باشه، بدون تردید واکنش هایی رو میبینیم و بعدم احتمالاً یک ماه دیگه، مدت دیگه این موج فرو میشینه و باز تا اعدام بعدی چون موجی برخواهد خواست. ولی هر موج رو ما میبینیم، این رو هم من بگم که قوی تر از موج پیشین هست. آیا بهتر نیست که اقدامی که باز اشاره بکنم در زمان نوید افکاری هم انجام شد، قبل از اعدام چقدر تلاش شد، آیا بهتر نیست که این تلاش های قبل از اعدام رو، اجرای حکم ظالمانه اعدام درباره کسانی مانند روح الله زم، مانند نوید افکاری، اون این تلاش ها رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنیم، به عملی منجر بشه؟ من میگم کسانی مانند این دو که اسم بردنم، نوید افکاری، روح الله زم، هر کسی که قرار اعدام بشه، قبل از اعدام اون ما اقدامات وسیع‌تری و عملی‌تری رو انجام بدیم.
و مانع این اعدام‌ها بشیم، این یکی از راه حل‌ها نیست برای رفتن به جلو مؤثر شدن به گفته شما با تغییرات جهان؟ بله جناب چالنگی، قطعا بهترین راه حل برای مقابله با این سیستم فاسد، مقابله شدید با تمام تفکراتشون، با تمام برنامه ریزیهاشون و ایدئولوژی های این رژیم یا سیستم فاسد، یعنی اگه ما تلاشمون رو بیشتر نکنیم، اگه ما استحکاکمون رو با رفتار و اعمال این سیستم فاسد بیشتر نکنیم، قطعا روز به روز بدتر و بدتر و بدتر خواهیم شد. فرمایش شما کاملا بجاست. ما باید مدنیت رو در درونمون زنده کنیم. ما باید تمام اعتراضاتمون، تمام رفتار، ببینید مدنیت ما باید در گرو این باشه که ما حق خودمون رو مطالبه کنیم به هر طریقی که میشه. چون ببینید وقتی که نوید افکاری اعدام میشه، وقتی که جناب آقای زم اعدام میشه یا کسان دیگه کشته میشن تو خیابون، به طرز فجیحی کشته میشن، این تا حدودی سکوت ما رو میرسونه و اون سیستم شارلاتانیزم و اون لومپنایی که به خاطر پول، اون مزدورایی که به خاطر پول هر کاری تو خیابون میکنن به اونا هم بر میگرده. ولی ما تا کجا میخوایم اینو ادامه بدیم؟ قطعا ما نمیتونیم تا 2 سال دیگه همین وضع رو ادامه بدیم، چون دیگه چیزی نمونده. وقتی که یک جوان در تهران، در منطقه خوشنشین تهران با یه اسلحه کمری خودش رو میکشه و قبل از کشتن از خودش فیلم میذاره که من خسته شدم، یه جوونی که واقعا جوون که نه، یه کودک 12 ساله نه. وقتی که داره از این مسائل صحبت میکنه، یعنی مردم به سطوح آمدن و در سنین مختلف این یه جوری خودش رو نشون میده، هر کسی به یه طریقی درد خودش رو بروز میده به جامعه فلج ایران، جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی فرو پاشیده به طور مطلق و شما دستاورد تحریم هایی که از جانب آمریکا به ایران وارد شده رو میبینین. میبینین که مردم علارغم تمام مشکلاتی که دارن خواستار اینن که چرا تحریم شدن، دارن پیگیر میشن و این دستاورد واقعا، یعنی این گرسنگی که ما داریم میکشیم و این شکستی که ما در عرصه اقتصادی به ویژه خوردیم، ما رو وادار کرده به این که فکر کنیم که چرا کشوری که بسیار ثروتمنده، کشوری که بسیار منابع طبیعی و غیر طبیعی داره، الان به دریوزگی افتاده و نابود شده. و این همون حمایتی است که در بعضی از شبکه‌ها ما می‌بینیم که بعضا مردم شریف ایران از پرزیدنت ترامپ دارن، این آگاهی رو میرسونه. ما نمیدونیم در انتخابات آمریکا چه اتفاقی افتاده و نمیخوایم راجع به صحبت کنیم، ولی مطمئن باشید مردم ایران به درجه از آگاهی و اون حرکت رسیدن که بخوان مطالبه گر حق خودشون باشن و این در سطوح مختلف جامعه دیده میشه. در خدمت. بسیار نکته مهمی هست این گزارشی که امیر عزیز میده، آگاهی که اشاره کردن، اون چی که هست تغییر دهنده هست عملا تبدیل یا ترجمه یا به اصطلاح گشودن در و دریچه ایست به سوی میدان عمل، تبدیل این آگاهی به عمل هست برای ساختن آینده روشن و بهتر برای مردم ایران. سپاس بسیار داریم از شما امیر عزیز در لرستان. با سپاس و به امید دیدار و شنیدن صدای شما در شماره‌های آینده تفسیر خبر، و با تأسف از اینکه ارتباط ما با عراق قطع شد و ارتباط تلفنی به اصطلاح پر اشکالی بود متاسفانه. سپاسی دوباره از شما امیر گرامی. سپاسگزارم جناب چالنگی، خسته نباشین و امیدوارم که باز صدای گرم شما رو بشنوید. و ما امیدوارتر به شنیدن صدای شما از لرستان عزیز و خوب که آماده بهاری میشه، هرچند دلها شاد نیست، در کنار رودخانه همیشگی
جاودانی سیمره، سیمره و مناطق مختلف اون در لرستان که کوهساران او مورد غارت حکومت نیز قرار گرفته، چوبهای جنگلی مناطق جنگلی لرستان. بینندگان گرامی، با خداحافظی دیگه از امیر عزیز در لرستان پی میگیریم تفسیر خبر رو. در این چند روز اخیر خبری منتشر شد بسیار بسیار غم‌انگیز در ارتباط با خانم سحر تبر که خانم فاطمه خیشوند هستند، دختر نازنین ایرانی، جوان 19 ساله ایرانی، به 10 سال زندان محکوم شده. سحر تبر، فاطمه خیشوند. چرا؟ چون مانند بسیاری دیگر جوانان در سراسر جهان خواستار جلب توجه بوده از طریق رسانه‌های اینترنتی. کاری ظریف و دلنشین و بدون مشکل، تغییر صورت با گریم ها و آرایش های مختلف، بعضا ترسناک، نه ترسناک ماننده، از جنس ترسناکی دستگاه عدالت و قضاوت حکومت فقیه، ترسناکی ظاهری و قابل درک برای اونها که میبینن. جمهوری اسلامی آینده جوانان رو از اونها گرفته. دنیای مجازی به اونها چنین مجالی داده که ساعاتی رو در جهت دلشون عمل کنن. دنیای واقعی که دردناک و دردناک تره در جمهوری اسلامی. اشاره کرد امیر به خودکشی نوجوانی 12 ساله. ملای حکومتی و فقیه حکومت که سررشتدار همه این مشکلات و همه این امور هست، بر دنیای مجازی هم چنگ انداخته. اما به هر حال جهان معاصر پیشتر و پیشتر و سریعتر از قدرت ویرانگر و قاتل حکومت فقیه. با این همه 10 سال زندان برای سحر تبر، فاطمه خیشوند، آیا میشه به راحتی از کنار اون گذشت؟ آیا نمیشه خانم میترا حجار رو بازیگران سینمای ما یا به هر حال سینمای ایران یا حتی بخش اون که سرسپرده ولایت هستن سرمشق قرار بدن و به حمایت از سحر تبر برخیزند، به اقدامی دست بزنند، به جای پذیرفتن هر نوع تحقیر برای بودن در برابر دوربین سینما، دوربین فیلم برداری و بقیه مون. لچک های اقراق شده بر سر کردن و بعضن هنر نداشته خود رو عرضه کردن، بعضن این همه زندگی است. در کنار ما سحر تبر و سحرهای دیگر به زندان رفتن. آتنا دائمی در زندان، نیکتا اسفندانی رو کشتن، به هزاران نفر دیگه. آیا در برابر چنین رویدادهایی بی تفاوت گذشتن، در معرض قضاوت قرار گرفتن نخواهد بود؟ قطعا خواهد بود. قضاوت مردمان همان گونه و همون طور که در مورد روح الله زم دید، اعدام روح الله زم همونطور که اشاره کردم مانند اعدام نوید افکاری محور تازه‌ای شد برای همراهی
افکار و عقاید سیاسی مختلف، راه و روش‌های متفاوت دیدیم، چه در داخل و چه در خارج از ایران، چه از چپ چه از راست، معترض و معترض. آیا حقوق انسان ایرانی، حقوق شهروند ایرانی، موضوعی که من بارها در تفسیر خبر سالیان سال بر اون تأکید کردم، آیا این نمیتونه محور وحدت و همراهی همه ایرانیان مخالف حکومت فقیه باشه؟ دنیا را چطور میشه ساخت با ایدئولوژی ها و راه های ایدئولوژی به کناری گذاشته بشه و اینکه انسان ایرانی حقوقی داره باید حفظ بشه، نه اینکه او رو که بر پشت بام مدرسه علوی کشتن جنرال شاه بود و دولت مرد شاه، به ما مربوط نیست، اندک اندک بقیه رو به جوخه‌های اعدام سپردن، این شریک فدایی است، اون مجاهد هست، این جبهه ملی، این توده، به ما مربوط نیست. اینها رو به کنار انداختن و به کناری ریختن و حقوق سحر تبر، آتنا، دائمی و بقیه، جان ارجمند انسان ها، جان ارجمند نوید افکاری و روح الله زم فراهم کننده چنین زمینه بوده و به اینه میبینیم که چنین همراهی در حال پدید آمدنه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگه و پیام های شما عزیزان. سلام خدمت شما آقای چالنگی، در رابطه با این کشته شدن این عضو سپاه پاسداران که حالا میگن دانشمنده، نمیدونم چی بوده، علامه در بوده فلان اینا بله، میخواستم بگم که اینا که میگن اینا آرزوی شهادت داشتن و دارن، اصلا برای شهادت به دنیا اومدن و زندگی میکنن و اینا، خب دیگه چرا ناراحتی در دست اسرائیلی و هر کسی که اینا رو به شهادت میرسونه، یا حتی همون قاسم سلیمانی رو، اینا که میگه اصلا کل چیزشون هر روز گریه میکردن برای شهادت، خب باید تشکر کنن از حال اسرائیلی هر کی که اینا رو به شهادت رسونده، که اینا رو به آرزوشون رسونده، که اینا که همش میگن اینا از شبانه روز آرزوی شهادت داشتن، به آرزوشون رسیدن، خوشحال هم بودن، همش برای شهادت هستن، اینا دعا میکردن اینا، خب اسرائیل و یا هر کسی که اینا رو به شهادت میرسونه یا آمریکا، باید خب از اینا تشکر بکنه جمهوری اسلامی ایران، باید واقعا به صورت رسمی بگه ما تشکر میکنیم که اینا رو به آرزوشون رسوندی، دیگه چرا ناراحتن، دیگه چرا میخوان انتقام بگیرن. حرف قابل تأملیش، بله واقعا اینها که شهادت طلب هستن، آیا کمال بشر که خداوند خلق کرده با هر عقیده ای که داریم این بوده که کشته بشه، اونم در راه های عبث؟ و به هر حال چه نگران هستن از این بابت. بیننده گرامی ما اشاره کرد در راه عبث، این که اشاره میکنم مانند فرستادن به سوریه، به جای جای دیگه، جنگ بیهوده 8 ساله ایران و عراق و بقیه، و از این بابتی که این فخریزاده رو گفتن کشته شده، به گفته این بیننده عزیز ما، چرا نگران هستن؟ چرا آیت الله خامنه ای که این همه به خداوند به اصطلاح گفته میشه نزدیک هست، چرا در پشت چندین دیوار و بیش از چند هزار 2000 نیروهای امنیتی و محافظ و همه اینها خودشو پنهان میکنه؟ به لقاء الله پیوستن که باید به گفته این بیننده عزیز واسه شادمانی باشه. این ایراد رو
یا این نگاه رو من به پاپ پیشینم داشتم که در یک آکواریوم زده گلوله این ور اون ور میرم. پیام بعدی رو میشنم. با سلام به آقای چالنگی و تشکر از برنامه های خوبتون، میخواستم یه خواهشی کنم. یه بارم ایمیل فرستادم براتون، یه بارم که توی اینستا پیغام گذاشتم براتون. به همه خبرنگاران محترمی مثل شما خواهش میکنم تبلیغ کنید، ملت باید اتحاد پیدا بکنن، تمام اینا که تو خارجن دستن در کار هستن باید اتحاد پیدا کنن که ملت در ایران هم دلگرم بشن و بلکه هر چی روکن این رژیم سرنگون بشه. با تشکر و سپاس از شما. اولا خیلی ممنون از محبت و لطف شما، با سپاس بسیار از شما. ولی اولین پیامی است که من از شما به دست من میرسه، اگر در اینستاگرام من ندیدم شرمنده خواهید بخشید. ولی به هر حال پیام شما رو این که وحدت کنند و واقعا وحدت مخالفان حکومت در خارج از کشور تنها راه هست برای به اصطلاح آینده ایران، این من فکر میکنم چنین نیست. راه های دیگه هست، شاید در داخل ایران بیشتر باید چشم داشت، ولی توصیه شما بسیار قابل تأمل هست و امیدوارم کسانی که در خارج این پیام میشنوند به این توصیه توجه کنند و حتی المقدور عمل کنند. که باز هم چشم من چندان آب نمیخوره و بیشتر اینکه چشم همه جهان و همه مردمان ایران در واقع به داخل خود ایران، که ببینیم یک حرکت حتی کوچک در ایران بلافاصله امواجی در سراسر جهان به وجود میاره، حرکتی از طرف مردم ایران. پیام بعدی رو میشه. سلام آقای چالنگی عزیز، امیدوارم که تن درست و سرحال باشه. من الان انقدر عصبی هم که امیدوارم بتونم مقصودم رو برسونم. من چون شما رو آدم بسیار رو که میدونم، بسیار میهن دوست میدونم، دوست دارم این پرسش من شما پاسخ بدید. ما تا که باید هنوز چوب کسایی که برای رسیدن این آخونده به قدرت خیلی کمک کردن، بعد سالها بعد از اونم همکاری میکردن، امروز حالا شدن اون افراد سران اپوزیسیون یا فعال که هنوز که هنوز اون کینه و اون دشمنی رو با خانواده پهلوی که دیگه الان مشخص شده چیکار کردن. من نمیخوام از خانواده پهلوی دفاع کنم و بگم اینا عیبی نداشتن، ولی ما مقایسه که میکنیم، نگاه میکنیم چی رو از دست دادیم، چی رو از دست دادیم. این آقای یکی از این آقای سازگار است که امروز 3 دسامبر، پنجشنبه 3 دسامبر پیش آقای نوری داده، داره تمام کارهای رضاشاه رو یه جوری چیز میکنه، بی ارزش جلوه میده که این ایده ها مال زمان مشروطه بوده، فلان بوده، ولی رضا شاه خوب استفاده کرد از ما. و بعد میاد راجع به محمد رضا شاه تبدیلش میکنه به دیکتاتور بزرگ. گفتن اینا قشنگ نیست. تا کی کسانی که خودشون هنوز دستبند سبز دارن، نمیم هنوز دارن از کسایی مثل موسوی و کهروبی و اینا دفاع میکنن به نفعی، تا کی آقای چالنگی عزیز؟ تو رو به خدا پاسخ منو بدین. من دوست دارم بدونم که ما تا کی باید چوب اینا رو بخوریم، تا کی اینا میخوان هنوز به جایی که بنید. سپاس از محبت شما. این پرسش شما پرسش بسیار مهمی هست. تا کی؟ من جواب اگر بخوام دقیقی بدم باید به این نکته اشاره بکنم که قطعا تا زمانی که ما ساختار سیاسی مملکت از آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات برخوردار باشه و بنابراین مثل تمام کشورهای آزاد آدم ها در برابر کردار و گفتار، یعنی کردار خودشون، اعمال خودشون مسئولیت داشته باشن، یا گفتار خودشون اگر حرفی رو میزنن توان اثباتش هم باشه. این رو من به این معنی میگم که مثلا در همین آمریکا کسانی که نامزد کاری میشن، به هر حال گذشته اونها بسیار مهمه، نمیتونیم ندیده بگیریم، به هر کسی گذشتش به خودش مربوطه، اما وقتی که میخوان یه سمت
عمومی رو بگیرم، مثل همین ریاست جمهوری که مور از ماس میکشن آقای بایدن گذشته چه بوده، چه سرقتایی کردن یا چه نکردن، یا آقای ترامپ هم همینطور چه خلافکاریایی کرده یا نکرده. سرقت که میگم یعنی منظور رشوه‌ای که متهم هست ایشون یا برای فرزند ایشون گرفتن یا نگرفتن، همه اینا میاد مطرح میشه، پالایش میشه، بالاخره حقیقت پیدا میشه. در ایران متاسفانه عرصه سیاسی به دلیل نبودن چنین آزادی‌های اساسی و گسترده، به هر حال اختناق مجال زیادی میده که شما بنده در گذشته هزاران کار کردن باز دوباره بیان و به اصطلاح در وضعیت موجود باز هم ادعایی داشته باشم. منظور من شخص به خصوصی آقای سازگاره یا کسانی مثل ایشون نیست تنها، بلکه به طور کلی ایران یه همچین مشکلاتی ما داریم. در دیکتاتوری ها معمولا چنین هست، یعنی بنابراین گذشته چندان مطرح نیست در عرصه سیاسی، بنابراین استفاده میشه، دستی در خون دارن، آدم کشتن، ولی همین که به جایی میرسن درس دموکراسی میدن و کارهای دیگه هم میکنن، پاسخگو نیستن در برابر، برای اینکه اون ساختار وجود نداره. یکی اینه. دو اینکه به هر حال کسی که در مقام تاریخ نگاری میشینه یا به اصطلاح تاریخ معاصر ایران، اساسا تاریخ نگاری رو باید از کینه ورزی دور کرد، اونم کینه ورزی که از جنس کینه ورزی ملایان هست، چه بخوایم چه نخوایم، حتی با فکول و کراوات و آبرماس و اینها نمیشه اون جنسیت مخالف. حتی گفتم من مارکسیست های ما هم بعضا چنین هستن، با همون کینه ورزی به تاریخ ایران نگاه میکنن، در نتیجه تمام دستاوردهای انتقادها به جای خود هست، بله، ولی به هر حال نقش کسانی مانند رضا شاه در تاریخ معاصر ایران بدون غرض باید بررسی بشه که بسیار بسیار مثبت بوده، انتقادهایی هم اگر هست مطرح بشه. تاریخ نگاری رو با کینه ورزی نمیشه به اصطلاح سامان رسون، و چون این امری تا زمانی که گفتم در مملکت پاسخگو نشن مردم انسانها در برابر کردار خودشون، ما این مصیبت و این مشکل رو داریم، حرفایی که زده میشه حرفایی بدون مسئولیت رو داریم، و بقیه کارها و حرفایی که گاه این کینه ورزی ها اینقدر زیاد و زیاد هست که ابتدایی ترین حقایق رو هم ناچارن غلب کنن، و همچنان با همون نگاه ملایان و خمینی و اینها به رضا شاه نگاه کردن یا به محمد رضا شاه نگاه کردن، حرف بر سر اینه که به طور واقع بینانه آمدن و مورد قضاوت قرار دادن رضا شاه یا محمد رضا شاه یا هر کس دیگری رو، این وظیفه هر کسی است که در مقام ادعای تاریخ نگاری میشینه یا قصد تحلیل های سیاسی رو داره، و یعنی راحت گفتن رضا شاه دستاورد های مشروطه رو اجرا کرد و از این حرفا زدن کار ساده ای است، برای بیارزش نمایاندن کارهای رضا شاه اشکالاتش هم سر جای خودش هست، و اینکه این پرسش رو جواب ندادن که خب بالاخره رضا شاه اون دستاوردها خواستها رو اجرا کرد، اگر هم خواستای مشروطه بوده، بله رضا شاه فرض مشروطه بوده، این مطالبات بخش بزرگیش رو اجرا کرد، در اجرا کردنش هست که اهمیت پیدا میکنه قطعا و بدون تردید و قابل احترام. با سپاس، این حرفا رو چندون اهمیت ندید، از سر کینه ورزی های کوری هست که همچنان از جنسیت کینه ورزی های آخوندی هست علی‌رغم همه ظاهرسازی هایی که هست. پیام بعدی رو میشته. سلام آقای چالنگی، خسته نباشید. فقط خواستم اینو خدمتتون بگم که عرض کنم اتفاقا برخلاف تمام تحلیل هایی که تحلیل کردن میکنن، جو بایدن اومده تا اجازه بده جمهوری اسلامی به طور پنهانی بمب اتمش رو بسازه و یک کره شمالی توی اون منطقه باشه، و یکی از دلایلی هم که خیلی تلاش میکنن به هر دلیلی ترامپ بردارن برای اینکه به فرزند ناخلفشون اجازه این کار رو نداده به جمهوری اسلامی و خط قرمزای اونا که چین و جمهوری اسلامی و چند تا چیز دیگه است گذشته. اتفاقا
جو بایدن خودش هم گفته که ما میخوایم برگردیم به برجام رفتم. جالب اینه که تحلیلگرهای ما برای خودشون تحلیلهایی میکنن، نه نمیتونه این کار، نه اتفاقا خیلی خوب هم میتونه بکنه. کشتن یه آدم بیمصرف در واقع یه هدیه‌ای بوده به جو بایدن که اوکی ما راه رو برای صاف میکنیم. آدم هایی هم که شاید یه مثلی جلوی برجام و اینجور چیزا وایسن که مذاکره نشه رو برمیداریم. اتفاقا اگه جواب کابینه خیالی بایدن هم توجه کنیم هدیه قبول شده. و اینکه من بهتون قول میدم کار ناتمام اوباما تموم میشه از بیانیه هول زده‌ای که کمتر از 5 دقیقه کل اروپا فرستاده که کشتن این شخص کار بدی بود و لا بلا بلا بلا. همه اینا نشونگر این که در ظاهر باید ایران نسازه ولی اجازه داده بشه که بسه بمب اتم بشه. و امیدوارم ترام حتی اگه شده حکومت نظامی کنه و جلوی این گلو با دیستا وایس کاری که شمنشای ما میخواست بکنه و نتونست. مرسی. خب کودتای نظامی که ممکن نیست عملا، و بعد هم به این نکته رو من سریع اشاره کنم که آقای بایدن هم به این نکته اشاره کرده و میدونه که منطقه و کلن جهان تغییرات کرده و مانند دوره اوباما نیست. الان در منطقه تغییرات بسیار زیادی است. وزنه دوستی اسرائیل و عرب بسیار بسیار مهمه، از عوامل تعیین کننده آینده منطقه خواهد بود و آقای بایدن این رو میدونه. پیام بعدی رو میشنویم. سلام آقای چارنگی عزیز. خوبی عزیزم؟ پرچمت همیشه بالاست، همه جوره بالاست. خیلی دوستت دارم. یه چند روزی ایران فردا قطع شده، ما نمیتونیم از برنامه خوبت استفاده کنیم. خواهش میکنم اینو درست کنید ما بتونیم استفاده کنیم. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشی. روز و شبت بخیر. خدا نگهدار. سپاس از شما. بله تغییراتی داده شده. عزیزانی که برنامه رو این برنامه رو از طریق البته امین عزیز در رسانه‌های اینترنتی مربوط به تفسیر خبر این تغییرات نوشته، تغییرات ماهواره‌ای، و اینجا هم روی صفحه خواهید دید. کسانی که از طریق رسانه‌های اینترنتی میشنوند یا پرسش‌هایی دارن میتونن به ماهواره جدید و مشخصات جدید این ماهواره مراجعه کنن که امیدواریم به راحتی شنیده بشه صدای ما و به راحتی دیده بشه تصویر و هر دو تصویر و صدا با هم. بینندگان عزیز، سپاسگزار پیام‌های شما هستیم، سپاسگزار همراهی شما هستیم. پوزشی دوباره بابت اشکال فنی در ارتباط تلفنی با عراق، اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه که همچنان در ایام سخت کرونا پیش از شروع تزریق واکسن به استودیوی مرکزی رفت آمد داشت. به خاطر شما عزیزان، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا درای، الوند کوز، زاگرس، تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.